زهر ناگزیر و دست و پا زدن‌های مذبوحانه. در این دیدار رئیس جمهور به رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا یادآور شد موضوع هسته این نباید بهانه و ابزاری برای ایجاد شکاف میان ایران و اروپا شود. آقای روحانی سوء ظن‌های ناشی از بی‌اعتمادی را از معضلات گذشته و حال در روابط ایران و اروپا برشمرد و گفت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌توانند علاوه بر روابط تجاری و فرهنگی در زمینه مسائل استراتژیک همکاری کنند. رئیس جمهور تعهد ایران را به اجرای همه توافق‌های بین‌المللی از جمله در زمینه مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین توافقنامه ژنو یادآور شد و گفت ملت ایران فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را حق خود می‌داند. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس. معاون سیاسی سپاه پاسداران رسول سنایی‌راد در جمع بسیجیان قاین اظهار داشت دشمن برای رسیدن به اهداف خود که همان مخدوش کردن روند پیشرفت ایران اسلامی بود، مذاکره را پایه قرار دادند. وی با بیان اینکه دشمنان از هر حربه‌ای برای متوقف ساختن پیشرفت ایران استفاده کردند، افزود: آنان گاهی تهدید، گاهی تحریم را برگزیدند، اما موفق نشدند و مجبور به مذاکره از روی ذلت شدند. وی خاطرنشان کرد: ما باید با حمایت از تولید داخلی وابستگی خود را از واردات خارجی کم کرده که تهدیدات دشمن برای ما خطرساز نباشد. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن داشت در بحث اقتصاد مقاومتی فقط صرف شعار نباشد، باید مدیریت هم باشد. کیهان ارگان خامنه‌ای 222 نماینده مجلس در بیانیه‌ای با بیان اینکه هیئت مذاکره کننده در هر مرحله از مذاکرات به هیچ عنوان نباید کوچکترین عقب نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران داشته باشد تاکید کرد موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای قابل مذاکره نیست و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه‌ها را ندارند. مردم سالاری روزنامه باند رفسنجانی سید حسین موسویان مذاکره کننده سابق طرح چشم‌اندازی جامع برای خلیج فارس و خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای برای اینکه چنین برنامه گسترده‌ای جامع عمل بپوشد قدرت‌های جهانی ابتدا باید به توافقی با ایران دست یابند که برای سایر کشورهای منطقه قابل پذیرش باشد و سپس از توافق نهایی با ایران به عنوان مدلی برای تمام منطقه استفاده کنند. برای نیل به این هدف، پنل بین‌المللی برای مواد شکاف‌پذیر، گروهی از کارشناسان هسته‌ای مستقل از 15 کشور تمهیداتی معقول ارائه کردند. مردم‌سالاری روزنامه باند رفسنجانی علی خرم در حال حاضر روند مثبت ایجاد شده در پرونده هسته‌ای ادامه دارد و مسائل و قالب محتوایی بین ایران و 5+1 ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مذاکرات تحت تاثیر شرایط بیرونی نیست و این مسئله به تفاهم و توافقی که بین طرف‌ها ایجاد شده و خواهد شد برمی‌گردد و همین روند است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. و غیر این صورت شرایط بیرونی تاثیر چندانی بر مذاکرات نخواهد داشت. ارتباط و تاثیرگذاری بین تحولات اوکراین و مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 وجود ندارد. و یا حداقل در این سطح نمی‌تواند ارتباطی داشته باشد. در هر حال روسیه هم دارای یک سری تعهدات بین‌المللی است که به آن تعهدات بین‌المللی‌اش احترام می‌گذارد و اینطور نیست که بر روی مذاکرات تأثیری داشته باشد. همونطور که حتما در خبرها شنیدید 222 تن از نمایندگان مجلس آخوندی بیانیه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون هیئت مذاکره کننده به هیچ عنوان اولا نباید کوچکترین عقب نشینی از حقوق هسته‌ای داشته باشه و ثانیا مسئله موشکی اصلا قابل مذاکره نیست و حق ورود به این موضوع رو ندارن.
از طرف دیگه آخوند حسن روحانی هم در ملاقاتش با وزیر خارجه یونان که ضمناً رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هم هست، گفته که رژیم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حق خود می‌داند. حالا سوال اینه که این حرف‌ها رو چطور باید تعبیر کرد؟ آیا رژیم در خوردن زهر اتمی می‌خواد به اصطلاح جر بزنه؟ آیا اینها واکنش در برابر مواضع تند و بی‌سابقه دبیر کل سازمان ملل علیه روحانی و علیه حقوق بشر و اعدام ها و واکنش در برابر گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر، یا اینکه صرفاً دود و دم تبلیغاتی و مصرفش برای نیروهای در حال ریزش خود رژیمه؟ برای جواب به این قبیل موزگیری ها و اظهارات که توی ماهای اخیر هم بارها شاهدش بودیم و در آینده هم حتما شاهد اون خواهیم بود، باید به چند واقعیت پایه‌ای توجه کرد. اول اینکه واقعیت بدیهی اینه که وقتی میگیم زهر خوردن، این به معنی واقعی کلمه زهر خوردنه و همه میدونن که زهر خوردن البته با حلوا خوردن یا آب خوردن فرق داره. به بیان سیاسی تر، دستیابی به سلاح هسته‌ای برای رژیم یک استراتژی بود، ضامن بقاش بود. بنابراین دست برداشتن از اون به هیچ وجه براش ساده نیست. پس مسیر زهرخوران یک مسیر هموار و سرراست برای رژیم نیست، مسیری پر از سنگلاخت و دستنداز. طبعا گام به گام با اعتراض و مخالفت نیروهایی که تو این مسیر مرگ و نابودی خودشون رو به چشم میبینند روبرو میشه. واقعیت دیگه اینه که رژیم هیچ چاره جز زهر خوردن نداره، چون عواقب و آثار سرباز زدن از این زهر اونو زودتر و سریعتر نابود و سرنگون میکنه. بنابراین این سر و صداها و جیغ و دادها باعث نمیشه که اصل زهر خوردن زیر علامت سوال بره. این تصویری که میشه توش چهره واقعی رژیم و در روزهای پایانی سال دید، صحنه‌ایه که در طول سال گذشته به کرات شاهدش بودیم. کما اینکه اگر دقت بکنیم تو هیچ کدوم از اینها اصل زهر خوردن یعنی ودا با سودای بمب اتمی هیچگاه مورد نفی یا تردید قرار نگرفته. حتی تلویزیون رژیم در مورد بیانیه اخیر همین 222 نماینده مجلس گفت که این بیانیه به منظور حمایت از تیم مذاکره کننده است. این در واقع تصویر و ترجمان همون موضع دوگانه خود ولی فقیه که مثلا میگه من به مذاکره خوشبین نیستم اما شما مذاکرات رو ادامه بدید. یا مثلا روحانی همین روزا میگه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق ماست، با این هم که کسی دعوا نداره، خود روحانی هم اینو خوب میدونه. بنابراین این مواضع و حرفا البته مصرف داخلی داره، البته واکنشی برای خالی نبودن عریضه در برابر تودهنی های محکم حقوق بشریه که این روزها رژیم از طرف حساب‌های بین المللی دریافت کرده. از طرف دیگه نباید از این حقیقت هم غافل شد که این دود و دم‌ها که گاهی البته صرفاً به تبلیغات محدود نمیشه، کشتی حامل سلاح که در مسیر غزه گیر افتاد یک نمونه بارز همین واقعیته که رژیم نمیتونه دست از صدور تروریسم و جنگ افروزی برداره. خب این اقدامات البته برای رژیم هزینه داره و هزینه‌های سنگینی هم داره، هم هزینه‌های داخلی و هم هزینه منطقی و بین المللی. کما اینکه این موضع‌گیری‌های دبیر کل یا دولت آمریکا و اتحادیه اروپا رو باید بخشی از این هزینه محسوب کرد. به این ترتیب وضعیت رژیمی که در تناقض تمام خوردن یا ناقص خوردن زهر اتمی گیر کرده، مثل کسی که توی باتلاق افتاده، اگه بی حرکت باشه فرو میره، اگه دست و پا بزنه بیشتر فرو میره و به هر حال از غرق شدن و نابودی گریزی نداره.